سرخط به خبرها. خواست رئیس جمهور غنی از عربستان سعودی در گفتگوهای صلح میان افغانستان و طالبان تلاش بیشتر کنید. قانون اساسی خط قرمز در گفتگوهای صلح. دکتر عبدالله میگوید هنوز روند گفتگوهای صلح در مراحل ابتدایی قرار دارد. تا هنوز تماس‌های برای ایجاد سهولت در روند صلح انجام شده است، ولی این روندی است که راه درازی در پیش دارد. کشته شدن نزدیک به 30 جنگجوی طالب در هلمند. این طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی در اطراف شهر لشکرگاه کشته شدند. و تأکید جان کری بر آغاز گفتگوها با بشار اسد. وی میگوید جز گفتگو با اسد راه دیگر وجود ندارد. بنام خداوند متعال و با عرض سلام، من نشانه نورزاد ابراهیمی شما را به مجموعه خبری نیمه روز از یک خوش آمدید میگم. عربستان در برگزاری گفتگوهای صلح افغانستان میتواند نقش مهم را بازی کنه. رئیس جمهور غنی در جریان سفرش به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار کرده و از حکومت آن کشور خواسته است که در برگزاری گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نقش مهم را بازی کنه. سفیر افغانستان در عربستان گفته است که افزون بر گفتگوهای صلح، گسترش روابط میان دو کشور و موضوعات منطقوی نیز از موضوعات مهم بود که مقامهای هر دو کشور روی آن گفتگو کردند. رئیس جمهور غنی در حال به عربستان سفر کرده است که گزارش ها از برگزاری گفتگوهای صلح داغ‌تر شده است، اما تاکنون طالبان همواره این گزارش ها را رد کردند. ثم استعرض حرس الشرف. روند گفتگوهای صلح در مراحل اولیه آن قرار دارد. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت با بیان این مطلب میگوید تماس های ابتدایی برای ایجاد سهولت در این روند آغاز شده است. وی میافزاید حرمت گذاشتن به قانون اساسی سوی طالبان یکی از پیش شرط های اصلی این گفتگاه هاست. قیام نوری گزارش دارد ای باره. نشست عبدالله با دانشجویان هندی. وی در نشست در پیوند به سیاست خارجی افغانستان با منطقه و جهان میگوید، از هند به عنوان همکار استراتژیک افغانستان یاد میکند و از امریکا به عنوان مهمترین شریک افغانستان. با باور عبدالله گفتگوهای صلح هنوز به گونه رسمی آغاز نشده است، اما تلاش ها برای آغاز آن جریان دارد. تا هنوز تماس هایی برای ایجاد سهولت در روند صلح انجام شده است، ولی این روندی است که راه درازی در پیش دارد. بعد از آن ما عملکردهای طالبان را می‌بینیم که درک کنند که جنگ و نبرد مسلحانه راه حل نیست و اینکه تفنگ‌هایشان را به زمین بگذارند. این توقعات ما از روند صلح است، ولی هنوز این روند در مراحل اولیه آن قرار دارد. به گفته دکتر عبدالله طالبان باید به پیش شرط‌های افغانستان برای روند صلح حرمت گذارند. گفتگوهای صلح با طالبان هنوز آغاز نشده است، اما یک بار که آغاز شد خواهیم دید که این روند چگونه و پیش خواهد رفت. اکثر مردم افغانستان خواهان صلحند و افراد زیادی در این کشور از این روند حمایت می کنند، اما باید حقوق مردم زیر پا نشود و قانون اساسی افغانستان حرمت گذاشته شود و این پیش شرط های ما برای نشستن به روند صلح است. پیشتر عبدالله گمان از اینها را مبنی بر این که افغانستان در بدل پیروزی در روند صلح با طالبان اداره سیاست خارجیش را از دست می‌دهد به شدت رد کرده است. یک بانوی 25 ساله در ولایت فاریاب خودش را به دار آویخت. مسئولان شفاخانه ولایتی شهر میمنه این رویداد را تایید می‌کنند و از انتقال جسد این بانو در شفاخانه خبر می‌دهند. ظاهرا دلیل خودکشی وی خشونت های خانوادگی گفته شده است. به گفته نزدیکان این خانم، او به دلیل نداشتن فرزند همواره از سوی شوهرش مورد خشونت و شکنجه قرار می گرفت. از سوی هم یک عالم دین شب گذشته در ناحیه نهم شهر میمنه توسط افراد ناشناس کشته شده است. از روند کمک های نجات در پنجشیر بررسی جدی می شود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب که برای بررسی این روند رفته میگوید از هیچ تلاشی برای پیشگیری از رویدادهای طبیعی در بهار آینده دریغ نخواهد شد. اما باشندگان آسیب دیده پنجشیر از روند کند کمک‌های بشردوستانه در این ولایت شکایت دارند.
سفر نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور به پنجشیر مقداری از کمک‌های نقدی را با خودش آورده است، اما مأموریت اصلی نظارت از روند پاکسازی جاده‌ها و رسیدن به موقع کمک‌های نخستین غذایی به آسیب دیدگان است. کمک‌های حکومتی نبود، کمک‌های حکومتی مربوط به والی صاحب میشه که قبلا به خیلیم توضیح کردن و یک چیزی که ما آورده بودیم وقت چیز زیاد هم نبود، خب مقصد به خاطر اظهار همدردی و تسلیت گفتن آمدیم. حالا سیلاب های شدید بخش های از پنجشیر را سخت تهدید می کند، هرچند گام های برای پیشگیری از این سیلاب ها هم برداشته شده است. خدای نخواسته مسئله تهدید سیلاب هایی نبوده باشه، حکومت با تمام امکانات خود انشاءالله اقدام خواهد کرد و چون حوادث طبیعی را بسیار مشکل است که آدم پیش بینی بکنه، اما به هر ترتیب ما پیش بین سیلاب ها هم هستیم، تا جایی که مقدور حکومت بوده باشه انشاءالله ما ترتیبات لازم خود می گیریم. آسیب دیده ها می گویند که کمک های نخستین برایشان بسنده نیست، می گویند تنها 3-4 روز می شود مقدار کمک دریافت کردند. امرای پدر و یک کجای برادرم دینیم خانه شهید شد. پیش از این دو مال و دسته دوگه بود تیج کسی نرسیده بود برای ما. بعد از اینکه نمی جنرال صاحب آمد خیم از یا ما خصود کمک هایش رسیده دیگه از این پیش ما اول ندارم که رسیده یا نرسیده. برفباری های اخیر در پنجشیر در چند دهی اخیر در این ولایت به پیشینه گفته شده است. بلای طبیعی که ده ها تن را زنده زنده زیر صدها تن برف گور کرد و تا امروز هیچ کسی از سرنوشت آنان خبری ندارند. دست کم 30 طالب در درگیری با نیروهای امنیتی در هلمند کشته شدند. دفتر رسانه های پلیس هلمند با نشر خبرنامه نگاشته است که این درگیری در اطراف شهر لشکرگاه از 12 چاشت دیروز آغاز و تا پایان روز ادامه داشت. در خبرنامه گفته شده که در این درگیری 18 طالب دیگر زخمی و 6 تنشان بازداشت شدند. خبرنامه از زخمی شدن دو سرباز پلیس نیز خبر می دهد. طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. از سوی هم پلیس بغلان 4 تن را به اتهام دزدی های مسلحانه بازداشت کرده است. پلیس بغلان میگوید این افراد قصد داشتند در شارع کابل شمال در ساحه بغلان مرکزی اموال مسافران را سرقت نمایند که از سوی نیروهای پلیس بازداشت شدند. فرماندهی پلیس بغلان همچنان از تدابیر ویژه امنیتی در این شارع به مناسبت فرارسیدن نوروز خبر میدهد. در این حال پلیس فرماندهی ننگرهار 2 تن را به جرم قتل بازداشت کرده است. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید این 2 تن که از چند پیش به این سو زیر نظارت پلیس قرار داشتند شب گذشته از نواحی 3 و 4 شهر قندهار بازداشت شدند. در این حال فرماندهی پلیس این ولایت میگوید که 2 میل تفنگچه و 2 ماین ضد وسایط نیز از ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار نیز به دست پلیس افتاده است. ده ها دانش آموز دختر در ولایت پروان در یک آزمون رقابتی مسائل دینی اشتراک کردند. این آزمون از سوی شورای به همکاری ریاست معارف این ولایت برگزار شده است. مسئولان هدف از برگزاری این آزمون را تشویق دانش آموزان گفتند. در این آزمون دست کم 100 دختر دانش آموز از مرکز و ولسوالی های پروان اشتراک کرده بودند. برای برنده های این آزمون از اول تا سوم جایزه نیز در نظر گرفته شده است. ازبکستان برای 3 سال دیگر مسئولیت حفظ و مراقبت راه آهن حیرتان مزار شریف را به عهده گرفت. دولت افغانستان برای انجام این کار هر سال با ازبکستان 19 میلیون دلار می‌پردازد و این کشور افزون بر حفظ و مراقبت این راه 150 نفر را در بخش راه آهن آموزش می‌دهد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. هزینه کل این قرارداد 57 میلیون دلار می‌شود. بر بنیاد این قرارداد ازبک‌ها یگانه راه آهن کشور را مدیریت خواهند کرد تا کالاهای بازرگانی کشور با آسیای میانه و دیگر کشورهای جهان انتقال یابد. پایان این راه آهن 75 کیلومتری ازبکستان است، یکی از همسایه‌های شمال کشور. همین ازبک‌ها حالا سالانه در بدل 19 میلیون دلار این راه آهن را اداره می‌کنند. در این قرارداد نسبت به قرارداد قبلی تقریبا در حدود 13 میلیون قیمت پایین آمده و در قرارداد قبلی ما در 3 سال 70 نفر ترین دیده، ولی در این قرارداد جدید در هر سال باید 50 نفر ترین شود. ازبکستان از رفت آمد کالاهای بازرگانی با استفاده از این را
مکلف به پرداخت مالیه به دولت افغانستان نیز هستند. خوبی از این قراردادی است که در قرارداد قبلی واگن‌هایی که آماده افغانستان تخلیه می‌شدند دوباره خالی می‌رفتند و حال نظر و متقاضای تاجر ملی افغانستان این واگن‌ها پس پر می‌شود و در هر جای دنیا که خواسته باشه از طریق زمین خط آهن انتقال پیدا می‌کنند دوباره. کار و مطالعات فنی برخی دیگر از راه‌های آهن کشور و راه لاجورد نیز جریان دارد، مثلا امتداد راه آهن مزار شریف به شبرخان و آقینه. به نظر من راه آهن حیرتان مزار شریف به درازای 75 کیلومتر نخستین و اکنون طولانی ترین راه آهن است و ما در حال برنامه ریزی راه های جدید در افغانستان هستیم تا شهرهای این کشور به دیگر و دیگر کشورها وصل شوند و به باور من خدمات ازبکستان در آینده ها سودمند خواهد بود. بانک انکشاف آسیایی با هزینه 170 میلیون دلار راه آهن حیرتان مزار شریف را نزدیک به 3 سال پیش تکمیل کرد. در این مدت ازبک ها بودند که داری این رایاهن را سالانه در بدل 32 میلیون دلار به دوش گرفتند تا کالاهای بازرگانی کشور بدون مشکل به مقصد برسند. نزدیک به 270 هزار کودک در کشور واکسین پولیو خواهند شد. وزارت صحت عامه کمپاین 3 روزه بهاری واکسین پولیو را دیروز آغاز کرد و این روند در 28 ولایت عملی خواهد شد. با این حال این وزارت نگران است که به علت سردی هوا و بسته بودن راه‌های دشوارگذار کودکان 6 ولایت و نزدیک به 20 ولسوالی از واکسین پولیو باز خواهند ماند. اماده روستایی گزارش می‌دهد. بیماری فلج هنوز هم کودکان افغانستان را سخت تهدید می‌کند. افغانستان، پاکستان و نایجیریا کشورهایی هستند که این بیماری در آنها بسیار است و این خطر از میان برداشتن نشده است. اینجا هم مقام ها کمپاین 3 روزه بهاری واکسین پولیو را در کشور آغاز می کنند. 6 ولایت مانند بامیان، دایکندی، غور، پنجشیر، هرات و بادغیس و 16 ولسوالی های سردسیر که در مجموع 1,400,000 طفل زیر سن 5 سال ولایات و ولسوالی های سردسیر ذکر شده شامل این دور کمپاین نمی باشد. وزیر صحت عامه از خانواده ها می خواهد تا برای از بین بردن این بیماری کودکان کمتر از 5 سال را واکسین پولیو کنند. در همین حال نماینده سازمان بهداشتی جهان در افغانستان تعهد می سپارد که با حکومت افغانستان در از میان برداشتن این بیماری همکاری خواهند کرد. من خرسندم که جناب وزیر مسئله ریشه‌کن ساختن بیماری پولیو و تقویت معافیت روزمره را در صدر اولویت های کاریش قرار داده است. ما در همکاری و هماهنگی مؤسسه همکار ما یونسف از تلاش های وزارت صحت افغانستان برای ریشه‌کن کردن بیماری پولیو و تقویت معافیت روزمره حمایت می کنیم. همزمان با آغاز کمپاین واکسین پولیو در حوزه شرق 3500 پزشک و رضاکار صدها کودک را واکسین می کنند. در کمپاین که با دروغ رو پنجیریان که دمان شپنگ لکه ووی زر ماشومان در نیم زر رضاکاران رو پانه واکسین کی یا در کمپاین که بر رواد پولیو واکسین در ویتامین ام ماشومان در برکه ولکی. پولیو ویروسی است که درمان کم تر دارد و سبب فلج دائمی و مرگ کودکان می شود. سال پار 28 رویداد فلج کودکان در افغانستان ثبت شده است، اما از واقعات امسال ظاهرا جزئیات در دست نیست. مجموعه خبری نیمه روز از 1 درهم جا به پایان رسید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.